برنامه را با چند خبر کوتاه ادامه می دهیم. فؤاد اوکتای معاون رئیس جمهوری ترکیه طی سخنانی در نخستین دقایق بامداد امروز یک شنبه اعلام کرد که شمار قربانیان زمین لرزه ویرانگر و مرگبار دوشنبه گذشته در جنوب کشورش به 24617 کشته افزایش یافته، در حالی که آخرین آمار زخمی های این حادثه نیز بیش از 80,000 تن بوده است. این در حالی است که وزارت بهداشت سوریه نیز شامگاه شنبه با صدور بیانیه‌ای جدیدترین آمار غیر نهایی قربانیان زمین لرزه مذکور در مناطق تحت کنترل نظام حاکم در این کشور را 1408 کشته و 2341 زخمی اعلام کرد. منابع محلی و رسانه‌های پاکستان گزارش دادند که عملیات انتحاری شنبه شب در وزیرستان شمالی در شمال غرب پاکستان 3 کشته و دست کم 20 زخمی بر جای گذاشت. مسئولان انتظامی در وزیرستان شمالی به رسانه‌ها گفتند که مهاجم انتحاری خودروی بمب‌گذاری شده را در حین عبور خودروی حامل کارکنان یک شرکت نفتی منفجر کرد. مرکز مطالعات راهبردی نجف الاشرف از مراکز مرتبط با دفتر بزرگ مرجع جهان تشیع آیت الله العظما سید صادق شیرازی دامظله در شهر نجف اشرف میزبان برگزاری سمینار ادبی با عنوان تأثیر حسب در انسجام کلام در عصر امام علی علیه السلام و مالک اشتر بود. این سمینار که با حضور تعدادی از کارشناسان، دانشجویان، طلاب علوم دینی، فعالان و پژوهشگران طی روزهای گذشته برگزار گردید، شاهد سخنرانی دکتر کاظم انوز و حمید الحریزی بود.